بازسازی گل 27 متری لیونل مسی به لیورپول در سال 2018. همونجور که بهتون گفتم قراره که داخل این ویدیو بریم با هم دیگه کاشته 27 متری لیونل مسی به لیورپول رو توی چمپیونز لیگ سال 2018-19 بازسازی بکنیم. دلیل اینکه این گل رو می‌خوایم بازسازی کنیم اینه که توی اولین پارت بازسازی گل که من گل رونالدو رو زدم توی فاصله 38 متری روی کاشته زدیم این گلو، خیلیاتون کامنت گذاشتین و گفتین که گل لیونل مسی رو به لیورپول برو بازسازی کن، ولی با این حال واسه اینکه مطمئن بشم توی اینستاگرام استوری گذاشتم و ازشون پرسیدم که واقعا این گل رو بازسازی بکنیم از لیونل مسی یا یک گل دیگه‌اش رو بریم بازسازی بکنیم، و همینجوری که الان دارین توی تصویر می‌بینین بیشتر از 70% ازتون گفتین که همین گل رو بازسازی کن. اما به نظر من این گل یک گل یکم آسونی به نظر میاد، و اینم بهتون میگم که اولین نفری هستیم که کلاً ایده بازسازی کردن گل رو آوردیم توی کامیونیتی هم پیاس هم فیفا. پس سریع بریم سراغ ویدیو، توضیحاتشو بهتون بدم. خب آقا، ما اومدیم الان تیم ها رو انتخاب کردیم، باید کیتش رو من درست کنم واسه همه تیم ها، هم لیورپول هم بارسا. وظیفه‌م اینه که هم گیم پلنشون رو دقیقا مثل اون زمان 2019 بکنم و هم کیتشون رو دقیق در میارم که شما به من نمره خیلی خوبی بدین. و آخر این ویدیو اگه نمیدونید توی پارت اول شرکت نکردید، باید آخر این ویدیو به بازسازی گلی که میکنیم نمره بدین از 1 تا 20. از 1 تا 5 نمره ندید، خواهشاً با نمک بازی در نیارید، 1 تا 20. سر این ویدیو به خود من پدرم در اومد، اصلا کیتاشون پیدا نمیشد، نه کیتاشون پیدا میشد نه اصلا فایلاشون، انقدر یعنی وضعیت وخیم بود. کیت بارسلونا دقیقاً کیت 2018-19، حالا شمارش حالا یکم ایراد داره ولی اون رو در نظر نگیرید لطفاً. اما کیت لیورپول رو بهتون حق میدم که ازم نمره کن کنی، تقریبا یه جوری کیتش رو پیدا کردم که شبیه کیت دوم اون موقعش باشه، اما کیت دوم اون موقعش یه سری لکه و اینا چه روش داشتش که من دقیق نتونستم اون رو گیر بیارم، همینم بدبختی گیر آوردم. پس کیت بارسا شد اون و کیت لیورپول هم شد این. اما بریم سراغ ترکیب ها. ترکیب ها رو دقیقاً خدایی رفتم اطلاعاتشو در آوردم دقیقاً مثل همون موقع رفتم آقا گفتم گیم پلن لیورپول اون موقع چی بوده، گیم پلن بارسلونا اون موقع چی بوده، و گیم پلن بارسلونا الان همینجوری که می‌بینید دقیقاً مثل اون موقع است. یعنی یه نفر بیاد بگه مثل اون موقع نیست، من سند رسمی دارم. از بالا به وسطتون می‌خونم: مسی، سوارز، کوتینیو، آرتور و ویدال و سرخیو بوسکس و امتیتی و پیکه و جوردی آلبا و نلسون سمدو و ترشتگن، اینها بازیکنایی هستن که اون موقع توی زمین بودن و داشتن بازی میکردن. اما واسه لیورپولیا، لیورپول خیلی بازیکناش تغییر نکردن، فقط یه دونه واینالدوم رو ما از پاریس آوردیم اینور و اوریگی هم گذاشتم نوک، چون سرچ کرده بودم مثلا که اون موقع فرمینو نوک نبوده و نمیدونم حالا مصدوم بوده هر چی بوده، فرمینو تو نبوده و اوریگی تو بوده. کلیت ترکیب لیورپول هم الان همینه که اون موقع بوده. بازی رو میذاریم رو حالت سوپر استار، اینم بهتون بگم که بعد نگین مهدی میذاری رو حالت کم. خب رفقا اومدیم داخل بازی. گل کلیونال مسی زد از فاصله 27 متری بوده، دقیقا همینجا بوده، اما یک مقدار رو به چپ بوده، یعنی رو به بالاتر بوده اونجوری که الان شما دارین میبینید، و به خاطر اینو دارم میگم که دفاعهای لیورپول سمت چپ دروازه واسطه بودن، پس بنابراین نتیجه میگیریم که توپ سمت یکم چپتر بوده، یعنی دقیقا خود وسط وسط نبوده، یکم چپتر بوده. و این هم بهتون بگم که توی سسینگ خیلیاتون توی پارت قبلی گفته بودین که چون 11 تا بازیکن حریف رو نیوردیم ما نمره کم دادیم، اما من ادامه ویدیو رو اگه نگاه کرده باشید 11 تا بازیکن رو اضافه میکنم بعدش با سازی انجام میشه، و اینجا الان همین کارو میکنم، 11 تا بازیکن رو من واسه اونها میارم، بازی هم میذارم رو حالت سوپر استار که یعنی دیگه بالاترین حالت تمرینه. خب از اینجا بوده تقریبا یک مقدار ما باید بریم بالاتر که دفاع ها بیان سمت چپ قرار بگیرن، دقیقا همین حالت، و بازیکناشون هم که همه هستن. الان ما کاری که باید بکنیم ناکنید دقیقا باید از کنار نفر سمت چپی دیوار دفاعی، یعنی از بالا سرش هم نباید رد بشه، از کنارش، از کنار کلش باید قوس بگیره تو بره کنج، اما باید اینو در بیاریم یه جوری بریم واسش. اولین کاشته، اولین کاشته رو خوب زدیم آقا، اولین کاشته خوب بود، ولی باید بالا، اون باید بره کنج سمت چپ بالا بدون اینکه از بالای سر بازیکن رد بشه، باید از کنار صورتش رد بشه، کمی سخته ولی باید درش بیاریم. چجوری مسی این گل رو زد؟ چرا اینجا پس یکم من گفتم الان اولی رو بزنم کار تمومه. آقا من میگم یه کمی بگیریم رو کلش ببین چی میشه، رو کلش چجوری میشه. از 27 متری گول تمام.
آره بذار ببینم. من فکر میکردم اینو سریع گل کنیم، نمیدونم چرا گل نمیتونم بکنم. یک بار دیگر لیونل مسی، یک ضربه، این تمومه دیگه. این گرفت و وسط زدم. وسط نباید، یعنی بال پایین باید رعایت بشه که نمره خیلی، من احساس میکنم که این ویدیو نمره خیلی خوبی میگیره از شما. خدایی با دلیل نمره بدین، از خودتون نمره ندین الکی. وای وای وای، خیلی قشنگ زدم، خیلی قشنگ زدم، اما نشد که بشه دیگه. این گل آقا، این تمومه، این تمومه. گل نشود؟ یه لحظه من ببینم، یه لحظه آقای ادیتور یه دونه وی آر بذار، من احساس میکنم که گل نشود. اصلا باید زاویه رو قشنگ ببرم اون ور، اینجوری نمیشه، قشنگ این برش. آهان مسی آخر پر میکنه، زیرت ها قبول نیست، ولی چه گولی شد. خدا وکیلی زیرت ها قبول نیست، ولی خدای نمره خیلی خوب بدین دیگه، دارم قشنگ میزنم. خیلی نمره باید خوب بدین انصافا، خدایی دارم قشنگ میزنم. الان این گل نمیشود، تقصیر من نیست. وای کنج دروازه. لیونل مسی واقعا کار سختی رو انجام دادی پسرا، ولی ما در پی اس داریم خیلی آسان از این رد میشویم. آهان بابا، این آلیسون نمیخواد گل بخوره دیگه. یک بار دیگه لیونل مسی زاویه رو زیاد زدم. اونورتر اصلا باید میگرفتم، باید اونورتر میگرفتم. آها فکر کنم آقا اینجا نکن دقیقا از کنار پاش من بزنم خیلی خوبه. آقا این گلت، این تمومه. آقا من هر چی دارم میزنم یا خورده زیر تاق، یا خورده تیرک، یا خورده تیر کنج، اصلا خیلی ناجور و بیجور. آقا یکی مقداری باید به پای این نزدیک باشه. تمام. های کردی واسازی گلو یا نه؟ چقدر زیبا میزنیم بازیکن، دقیقا زدم همونجا. آقا بریم با هم دیگه ببینیم، واسازی شد گل، تمام. گفتم این گل راحته، یکم گلای سخت‌تر بگیر، خیلی سخت نه، الان یکم سخته. بریم آقا ریپلی ببینیم از گل لیونل مسی، و فکر میکنم که خدایی دقیقا مثل خودش در اومد دیگه، از کنار سرش اگه نرفته باشه کاملا کنسلینگ گل، از کنار کلش قشنگ رفت. یک بار دیگر از زاویه دیگر ببینیم. میکن یکم بذار من بیارم اینو اینورتر، متوجه بشین. از اینجا الان دیگه شما متوجه میشین که گل چجوری صورت گرفته. یک ضربه زیبا از لیونل مسی، خدایا کنار کلش رفت دیگه، یه دونه یعنی خط بکشی از کنار کلش رفت و قشنگم رفت اونجا. من قبول دارم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما توی کامنت ها نمره بدین بهم، و نمره بدین به این بازسازی گل طبق کیتشون، ترکیبشون، همه چیزا در نظر بگیرید و با منطق و با دلیل نمره بدید. حتما توی کامنت های این ویدیو بگین که دوست داریم واسه پارت بعدی گل چه کسی رو بازسازی کنین. گل خیلی آسون نگین، گل خیلی سخت نگین، گل متوسط بگین، و اینکه تا اونجایی که میتونید گل رونالدو و مسی رو نگین، چون یه دونه از گل های رونالدو و مسی رو بازسازی کردیم. پس گلی بگین که بجز گل رونالدو و مسی باشه، اما گل تاپ و نوستالژی باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشین، اینستاگرام هم فالو بکنید، سایت رسیم 40K. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.